سلام بچه ها، حال احوالتون چطوره؟ امروز میخوام آموزش این خرس با نمک رو براتون بذارم. لطفا قبل از شروع آموزش این ویدیو رو لایک کنید. اگه اولین بارتون هست که بافتنی ها رو تماشا میکنین، حتما روی دکمه قرمز بزنید و عضو کانال ما بشید. زنگوله رو هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای ما رو از دست ندین. قسمت پیرن عروسکم میام دونه انتخاب میکنم. یه گره میزنم. از اینجا میام یه تعدادی رو در نظر میگیرم. الان من 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 هلوهوش 13, 14 تا دونه رو قرار هست که ببافم. همینطوری این دونه ها رو میگیرم. ببینید این دونه ها رو میگیرم به این شکل. خب نگاه میکنم ببینم تقریبا قرینه باشه. یه دونه دیگه هم میبافم. خب بچه من 14 دونه بافتش رو انجام دادم. یه زنجیره میزنم، برمیگردم روی این دونه ها یه رج ساده بافی انجام میدم. بچه این نخ رو هم میکشم داخل کار. پس یه رج روش میام پای کوتاه میزنم. به انتخاب خودتون هست که بستگی به نختون داره. همینجوری یه تعدادی پای ساده بافی انجام میدیم، یه تعداد رد و کم کم از دو طرفش میم دونه کم میکنیم یه کوچولو جمع بشه. خب یه رج ساده بافی انجام دادم، برمیگردم میتونم دونه کم کنم بدون اینکه هیچ زنجیره ای بزنم. ببینید اینجا آخرین دونه رو که بافتم برمیگردم. یه دونه از این دونه میگیرم میام بیرون، یه دونه دونه بعدی میگیرم میام بیرون و این ستا رو با یه نخ خارج میکنم. الان یه دونه این ور کم کردم. پای کوتاه میزنم تا برسم به سمت دیگه و اینجا دو تا دونه مونده بود
وای میستم و دوباره بهتون میگم چطوری کم کنید. خب من دوباره دو تا دونه مونده، ببینین قلاب رو داخل میکنم، یه نخ میگیرم میام بیرون، دوباره قلاب رو داخل میکنم یه نخ میگیرم و ستاشو با هم میبافم. ببینیم تا اینجا به این شکل شد. خب رج بعدی میخوام دوباره بیام ساده بافی انجام بدم، بخاطر همین یه زنجیره میزنم. زمانی که میخوام کم کنم زنجیره نمیزنم، زمانی که میخوام ساده بافی انجام بدم یه زنجیره میزنم، برمیگردم و روی کارم پای کوتاه میزنم کامل. الان دارم ساده بافی انجام میدم، روی همش میام پای کوتاه میزنم. دوباره رج بعدی میخوام کم کنم، زنجیره نمیزنم، میرم اولین دونه یه نخ میگیرم میام بالا، دومین دونه یه نخ میگیرم میام بالا، ستاشو با هم میبافم، پای کوتاه میزنم تا برسم به سمت دیگه. دو تا دونه آخر که رسیدم دوباره اینا رو با هم میبافم، این دو تا دونه رو یه نخ میگیرم میام بالا، دوباره یه نخ میگیرم میام بالا و با هم میبافم. خب میخوام دونه بعدی رو کم کنم، رج بعدی رو با کم کردن شروع کنم. دو تا دونه اول با هم بافتم، پای کوتاه میزنم تا برسم به انتهای رج. دو تا دونه آخر رو هم میخوام با هم ببافم. دو تا دونه آخر رسیدم به این شکل، سه تاشو با هم خارج میکنم و دو تا دونه آخر هم با هم بافتم. الان میتونم یه رج بیام دوباره ساده بافم. بچه ها واقعا چشمیه، یعنی خودتون در نظر بگیرید. الان من میخوام یه همچین حالتی بشه تا اینجا و یه رج ساده بافی میبافم و یه رج کم میکنم. خودتون تصمیم بگیرید که مثلا این رجی که داری میبافی ساده بافی باشه، اصلا دو رج ساده بافی کنید، بستگی به نختون داره. مثلا یه موقع از نختون نازکتر، نخی که دارید برای لباس استفاده میکنید و بافت لباسش رو انجام میدین، اینو خودتون تصمیم بگیرید. پس من یه رج هم ساده بافی کردم، رج بعدی میخوام دوباره کم کنم. اولین دونه، دومین دونه با هم بافتم، این دونه های ما بینش رو با پای کوتاه میزنم، دو تا دونه آخر رو هم با هم بافتم. خب نگاه میکنم ببینم به چه شکله. یه رجم میتونم بچه ساده بافی کنم که یه ذره بیاد بالاتر. یه رجم ساده بافی میکنم، یه زنجیره میزنیم و نخمون رو قیچی میکنیم. بچه دوباره یه گره میزنیم، از این سمت شروع میکنم یه رج پای کوتاه میزنم تا دور کارم تمیز بشه.
یه زنجیره، شروع میکنم به پای کوتاه زدن که اطراف کارم مرتب و تمیز بشه. رسیدم به این گوشه، دو تا دونه پای کوتاه میزنم داخل یه سوراخ که کارم راحت برگرده. پس این داخل دو تا دونه پای کوتاه زدم. بعد پای کوتاه میزنم دوباره. دوباره رسیدم به این گوشه، داخلش دو تا پای کوتاه میزنم، یعنی افزایش انجام میدم. بعد میچرخم میرم این سمت، نخم نگه میدارم حین بافت مخفی بشه. اینجا هم پای کوتاهاشو میزنم، نخوام نگه میدارم. آخرین دونه رو همینجا پای کوتاه میزنم. ببینید اطراف کارم تمیز شد. خب آخرین دونه رو هم که پای کوتاه زدم یه زنجیره و قیچیش میکنم، محکم میکشم. این قسمت میام نخ رو هدایت میکنم و داخل کار مخفیش کردم. این رو هم اضافهش رو میچینم. بچه دستش رو که بس کردیم، این بنداش هم میام آموزشش رو میدم. برای بافت سر عروسکمون میام حلقه جادویی میزنیم، بعد داخل 6 تا دونه پای کوتاه میزنیم. 3، 4، 5 و 6 حلقه جادویمون رو میبندیم. آموزش حلقه جادویی رو هم توی ویدیوهای قبلی براتون گذاشتم. خب رج قبل 6 تا دونه پای کوتاه زدیم داخل حلقه جادویی و حلقه جادوییم رو بستم. یه راهنما میذارم. رج بعدی قرار هستش که روی هر کدوم از این گیس بافا بیام افزایش انجام بدم. روی هر کدوم میام دو تا پای کوتاه میزنم و تعداد دونه هام از 6 تا میشه 12 تا. خب رج دورم بافتش رو انجام دادیم. رج سه میام یکی در میون اضافه میکنم. یه دونه پای کوتاه زدم، توی دومی دوتا میزنم. یه دونه پای کوتاه میزنم، توی این گیس باف دوتا و یکی در میون دارم افزایش انجام میدم. رج 3 یکی در میون دونه هام رو اضافه کردم، دونه هام شد 18 تا دونه. رج بعدی میخوام بیام دوتا در میون اضافه کنم. پس رج 4 دوتا در میون، دوتا پای کوتاه میزنم و توی دونه بعدی افزایش انجام میدم. 1 دوتا پای کوتاه زدم، داخل دونه بعد اومدم دوتایی زدم و افزایش انجام دادم. دوباره دوتا دونه پای کوتاه، دونه بعدی میام افزایش انجام میدم. همینجور تکرار میکنم تا انتهای رج.
رج 4 دو تا در میون اضافه کردیم، دونه هامون شد 24 تا دونه. رج 5 میون بچا 3 تا در میون اضافه میکنم. 1 2 3 تا پای کوتاه زدم. توی این دونه که دونه بعد این میشه، دونه 4 من میشه، میام دو تایی میزنم و افزایش انجام میدم. دوباره 1 2 3 توی این گیس بافت میام دو تایی میزنم. ببینید افزایش انجام دادم و همینجور سه تا در میون تا انتهای رج افزایش انجام میدم. رج 5 سه تا در میون اضافه کردم، الان تعداد دونه های من شده 30 تا دونه. رج 6 میام 4 تا در میون اضافه میکنم. 1 2 3 4 تا دونه پای کوتاه میندازم. توی دونه بعدی میام دو تایی میندازم و افزایش انجام میدم. دو تا پای کوتاه میندازم داخل یک گیس باف و همینجور 4 تا در میون اضافه میکنم. رج 6 اومدیم 4 تا در میون اضافه کردیم و تعداد دونه هامون شد 36 تا دونه. رج 7 میام 5 تا در میون اضافه میکنم. پنج تا پای کوتاه میزنم و افزایش انجام میدم. دوباره 5 تا پای کوتاه میزنم و افزایش انجام میدم و همینو تا انتهای رجم میام تکرار میکنم. الان 5 تا پای کوتاه زدم و میام افزایش انجام میدم و تا انتهای رج میام تکرارش میکنم. 5 تا در میون اضافه کردم رج 7، الان دونه هم شده 42 تا دونه. رج 8 میام 6 تا در میون اضافه میکنم. 6 تا پای کوتاه میندازم و افزایش انجام میدم. 5 و 6 و حالا افزایش انجام میدم. 1 2 3 4 5 و 6 و افزایش و این رو تا آخر رج تکرار میکنم. رج 8 رو بافتش رو انجام دادم، الان 48 تا دونه دارم اگر بشمارم. رج 9 میام 7 تا در میون اضافه میکنم. هفت دونه پای کوتاه زدم و دونه بعدی میام افزایش انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 هفت دونه دوباره پای کوتاه زدم و افزایش و این رو تا انتهای رج میام انجام میدم. 7 در میون اضافه میکنم. بچه ها زمانی که رج 9 اومدین 7 در میون تا انتهای رج انجام دادین، بعدش رج 10 رو یه رج ساده بافی انجام میدین، اضافه و کم نمی کنین. رج 10 رو هم ساده بافی انجام میدین. بچه رج 9 رو من انجام دادم، دونه هام شد 54 تا دونه. یه رجم بعدش اومدم ساده بافی انجام دادم، پس رج 10 رو هم انجام دادم، ساده بافی کردم. ساده بافی یعنی این که اضافه و کم نمی کنیم، فقط روی هر گیس باف میایم یه دونه پای کوتاه میزنیم. رج 11 میام 8 تا در میون اضافه میکنم. چهار، پنج، شیش، هفت و هشت. دونه بعدی میام افزایش انجام میدم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7
و 8. دوباره توی این دونه بعدی میام افزایش انجام میدم و تا انتهای رج 11 میام 8 در میان اضافه میکنم. بعد از این هم بچه‌ها یه رج 12 رو میایم یه رج ساده بافی انجام میدیم. پس رج 11 8 در میان اضافه کنید، بعدش دوباره یه رج هم ساده بافی رو انجام بدیم، بعد ادامه رو با هم انجام میدیم. رج 15 تا 18 ساده بافی رو انجام دادیم. توی رج بعد که میشه رج 19 میام فقط دو تا دونه اضافه میکنم. میتونم یه دونه همین اول کاری اضافه کنم دیگه نشمرم، یه دونه هم رسیدم به این قسمت اضافه میکنم. پس یه افزایش اینجا انجام میدم، پای کوتاه میزنم تا برسم به اون سمت کارم و یه افزایش هم اون سمت انجام میدم و تعداد دونه هام از 66 میرسه به 68، چون توی این رج من دارم دو تا دونه اضافه میکنم. خب اینو تا میزنم رسیدم به این سمت، قرار شد که یه افزایش هم اینجا انجام بدم، یه افزایش اینجا انجام دادم و تا انتهای رج دوباره ساده بافی میکنم و رج 19 تمام میشه و تعداد دونه هم 68 دونه است. رج 19 رو انجام دادم تا انتهای رج. حالا رج 20 تا رج 22 رو میام ساده بافی انجام میدم و اضافه و کم نمی کنم، فقط روی هر کدوم از این 20 بافا میام یه پای کوتاه میزنم. رج 20 تا 21 رو ساده بافی انجام دادیم، تعداد دونه هامون الان 68 است. رج 23 میام 4 تا دونه میخوام کم کنم، میتونم چشمی این کار انجام بدم یا اینکه بشمارم و 15 تا در میون بیام کم کنم. پس میخوام 4 بار کم کردن رو انجام بدم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. پونزده تا دونه شمردم و حالا میام کم میکنم. آموزش کم کردن رو هم براتون گذاشتم، من با این شیوه کم میکنم. اگر کم کردن رو بلد نیستین حتما آموزشش رو که توی ویدیوهای قبلیم هست ببینید. 1, 2, 3, 4, 5. پونزه تا دوباره دونه انداختم و یک بار دیگه میام دونه کم میکنم. بعد دو تا پایه رو یکی میکنم و با هم میبافم. دو سری دیگه باید 15 تا در میون کم کنم تا برسم به انتهای
رجم و تعداد دونه ها میشه 64 تا دونه. 4 بار کم کردن رو انجام دادیم، دونه هامون شد 64 تا دونه. رج 24 میام 6 تا در میون کم میکنم تا انتهای رج. 6 تا پای کوتاه میزنم، 3 4 5 و 6 و میام کم میکنم. دوباره 6 تا پای کوتاه، 5 و کم میکنم و تا انتهای رجم میام 6 تا در میون کم میکنم و رج 24 رو تموم میکنم. رج 24 رو تموم کردم. الان دونه ها 56 تا دونه است. 6 تا در میون توی رج 24 اومدم کم کردم. رج بعدی که میشه رج 25 میام 5 تا در میون کم میکنم. 1 2 3 4 و 5 و دونه کم میکنم. دوباره 1 2 3 4 و 5 دوباره میام دونه کم میکنم و همینجور تا انتهای رجم میام 5 در میون کم میکنم. میرم رج 26 4 تا دونه پای در میون کم میکنم. 1 2 3 4 4 تا دونه پای کوتاه میزنم و کم میکنم و تا انتهای رج همینطور 4 تا پای در میون کم میکنم. رج 26 4 تا در میون اومدیم کم کردیم و الان تعداد دونه هامون شد 40 تا دونه. رج 27 میایم 3 تا در میون کم میکنیم. سه تا دونه پای کوتاه میزنیم و کم میکنیم و همین جور تا انتهای رج سه تا در میون کم میکنیم. رج 27 سه تا در میون کم کردیم، تعداد دونه هامون شد 32 تا دونه. رج 28 که رج بعدیمون هست میایم 2 تا در میون کم میکنیم. 2 تا دونه پای کوتاه میزنیم و یه دونه کم میکنیم و همینو تا انتهای رج تکرار میکنیم. 2 تا در میون کم میکنیم. رج 28 2 تا در میون کم کردم، تعداد دونه هم شد 24 تا دونه. رج آخر که میشه رج 29 دوباره میام 2 تا در میون کم میکنم و تعداد دونه ها میشه 18 تا دونه و بافتم رو به اتمام میرسونم. پس میام 2 تا در میون کم میکنم، 2 تا پای کوتاه میزنم و کم میکنم و همینو تکرار میکنم تا انتهای رج. رج 29 رو بافتش رو انجام دادم، یه دونه بست میزنم و یه زنجیره نخم رو قیچی میکنم و داخلش رو کاملا پر میکنم. الان تعداد دونه هایی که برام موندن 18 تا دونه است. داخل سر عروسکمون رو حسابی پر میکنیم. وقتی داریم پرش میکنیم یه کوچولو به این شکل بکشیم، عروسکتون فرم بگیره سرش. میخوام داخلش از مفتول استفاده کنم. حدود 10 سانت میام مفتولم رو اندازه میزنم و تا میکنم. بستگی به اندازه مفتولم داره. اگر شما مفتولتون زخیم تر هست میتونید یه دونه استفاده کنید. من با توجه به اینکه مفتولم نازک بود اومدم چند لا روی هم گذاشتم. این قسمت تیزیش رو
با دمباریک برمیگردونیم. به این شکل. دورش رو چسب کالک میزنیم. برای گذاشتن مفتول این قسمت اگه پشم شیشتون فضا نمیده که مفتول رو داخل کنید، با قیچی بیاین یکم پشم شیشه ها رو قیچی کنید و مفتول رو وارد کارتون کنید. به این شکل. یه دونه از این و یه دونه از این. پس یه دونه، چون تعداد دونه هامون توی سر و تنه برابر هست، یه دونه از تنه میگیریم، یه دونه از سر. دوباره یه دونه از سر، یه دونه از تنه، یه دونه از سر. بچه این قسمت آخر رو خواستیم بافتش دوختش رو انجام بدیم و وصل کنیم. میتونیم اگه میبینید یه کوچولو جا داره که داخلش پشم شیشه بذارین، حتما این کار رو انجام بدیم. یه چند بار سوزن رو جا به جا می کنیم و اتصال سر انجام شد. خب بچه ها، فقط چیزی که هست اینه که میتونیم نخ رو نگه داریم برای وصل کردن گوشاش ازش استفاده کنیم و اینکه پوزش هم می خواهیم
بینیش رو بدوزیم با همین نخ انجام میدیم. میتونید نخ رو قیچی کنید، نخ جدید بس کنید، میتونید هم همین نخ رو نگه دارید. برای پوزه عروسکمون توی حلقه جادویی میریم 8 دونه پای کوتاه میزنیم و رج بعدی میریم روی همه این گیس بافا افزایش انجام میدیم. پس رج 1 میشه 8 تا پای کوتاه، رج 2 میشه 16 تا. خب رج دوم افزایش انجام دادم، دونه هام شد 16 تا دونه. رج بعدی میام یکی در میون اضافه میکنم، یه دونه پای کوتاه، یه افزایش، یه 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 پای کوتاه و یه افزایش. رج بعدی میام الان توی این رج که رج 3 هست 24 تا دونه دارم. رج بعدی که رج 4ه میام 3 تا در میون اضافه میکنم، 3 تا در میون توی این رج میام اضافه میکنم. رج بعدی میام 4 تا در میون اضافه میکنم. رج 4 که 3 تا در میون اضافه کردم دونه هم شد 30 تا دونه. رج 5 آخرین رجمه، میخوام بشه 36 تا دونه، 6 تا دونه اضافه میکنم. 4 تا در میون میام دونه اضافه میکنم. 4 تا پای کوتاه زدم، یه افزایش، 4 تا پای کوتاه، این 4 رو می و بعد داخل دونه بعدی یه دونه افزایش. همین جور تا انتهای رج 4 تا در میون اضافه میکنم. خب آخرین دونه رو هم اضافه کردم 4 تا در میون. الان تعداد دونه هم شد 36 تا دونه. میام دونه بعدی یه بست میزنم، یه دونه پای کوتاه میزنم، میرم جلوتر، چون اینجا اضافه کردم زمانی که بست میزنم یه فرم بعدی میگیره. بعد یه دونه بست زدم، یه زنجیره و نخم بلندتر قیچی میکنم، یه ذره برای دوخت جا میذارم و نخو میکشم، راهنما رو هم در میارم. بچه این قسمت 6 تا رج بشماریم، بیاییم بالا از زیر گردنش و شروع کنیم به بس کردن این کار. برای بس کردن پوزه اول از همه نخ رو هدایت میکنیم به بالای کار، از این زیر گردن 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا رج میشمارم، میام بالا تقریبا و بوزه رو به اینجا وصل میکنم. نگاه میکنم که قشنگ متناسب با هم باشه و وسط کارم باشه. یه گیس بافون ورتر
داخل میکنم و از این سمت خارجش میکنم. همینجور یه دونه یه دونه گیس بافا رو به این شکل میکرم. ببینید بچه ها میتونین سوزن ته گردم استفاده کنین برای اینکه اول روی کار فیکسش کنین بعد بیاین بس کنین. خب بچه این قسمت میتونین یه ذره داخلش بیاین پشمی شیشه هم بذارین. این نخی که این ور بود رو هدایت میکنم بیاد این قسمت، ببینین این قسمت نخ رو چند بار نمیکشم، خیلی نخ رو چند بار اینجا به صورت رفت و برگشتی دوخت میزنم. بعد یه کوچولو اینو بدیم بالا، این وسط کار بیاین نخ رو بیاریم بیرون. خب این قسمت رو هم انجام دادیم. خب من از چشمای لپه‌ای استفاده کردم، شما اگر از چشمای پیچی میخواین استفاده کنین یه تعدادی رج رو که بافت مونده بود تموم بشه سرتون توی رج
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده رج بچه پونزده شونزده باید چشما رو بس کنید. جای گوش رو مشخص میکنم، به این شکل نگه میدارم، میتونم سوزن بزنم یا یعنی اینکه بیام از اینجا از انتهای قسمتی که انتهای گوش قرار داره نخو آوردم بیرون و انتهای گوش رو هم وصل میکنم. بعد حالا میتونم زمانی که ابتدا و انتهاش مشخص شد، حالا گیسپوف از یه سمت گوش خواهد دارم میگیرم، فقط این سمت بیرونی، بعد به این شکل برمیکردم، یه ذره از جلو تر میام، فقط تو این کیس با ببینید این سمت رو اصلا نمیگیرم، فقط دارم این سمت پشت گوش رو نصب میکنم. خب حالا میرم سمت جلوی گوش، ببینید گیسبافو میگیرم میام بیرون، گوش رو مرتب میکنم، یه کوچولو میام بیرون، میام این سمت گیسباف رو میگیرم، یعنی یک سمت گیسباف رو، یک سمت گوش که دوختش انجام شده سمت دیگه گیس بافتش رو میگیرم. خب یه سمت گیس باف رو میگیرم، بعد بر میگردم این شکلی دقیقا مثل اون سمت، بعد دوباره میرم جلوتر، گوش رو هم همزمان مرتب میکنم که اشتباه انجام ندم. محکم میکنم کارمو، میخوام نخ رو قیچ کنم. خب گوش عروسکمون رو به این شکل وصل کردیم. برای ابروهاش به این شکل میتونید سوزن بزنین ابتدا و انتهاشو از قبل، من گوشه عروسکم رو نصب کردم، این نخ اضافه دست عروسک رو میکشم داخل کار،
یکی از دستاش رو هم وز کردم، نخ رو هدایت کردم این سمت و حالا میخوام دست دیگر رو نصب کنم. شکل دستش رو به تنه وصل میکنیم. چند بار این کار رو هی تکرار میکنیم. تا کامل محکم بشه. یه گره میزنیم، میایم این قسمت نمیذاریم گرش بیاد رو و همین جور زنجیره میزنیم. تا زمانی که ببینیم این قسمت برسه به قسمت پشتش، این قسمت میام بست میزنم، یه بست یه زنجیره و قیچیش میکنم و این نخ رو هدایت میکنم پشت کار. زیر کارم مخفی میکنم. برای پلک عروسکمون نخ رو، نخ هم رنگ رو به این صورت از بالای چشم هدایت میکنیم که از بالای چشم بیاد و دو بار این کار رو تکرار میکنیم. ببینید و سمت دیگر رو هم انجام میدم. ببینید پلک عروسکمون شد. دوباره میرم بالای پلکش و یه بار دیگه این کار رو انجام میدم.
و دقیقا از همینجا میام بیرون که نخ از اینجا وارد شده بود. خب ببینیم بچه ها، این شد پلک عروسکمون. این دوتا هم گره میکنیم و داخل کار مخفی میکنیم. خب بچه ها اینم از آموزش این خرس خیلی کوچولو و با نمک. بچه ها یه نکته که هست، میتونید این قسمت رو براش نبافید و همین قسمت که ما یه فضایی رو گذاشته بودیم بیاییم با نخ بنفش دامنش رو ببافیم و خود این حالت بشه یه پیراهن براش و این قسمت جلو رو نداشته باشه. پس دامنش رو میتونیم مثلا با رنگ بنفش که من این بالا تنش رو انجام دادم ببافین و این قسمت مثل یه پیراهن میشه خودش. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. بچه ها لایک و کامنت یادتون نره و اینکه با بافتنی ها همراه باشید.